اما حل معادله به روش های خاص. ما توی معادله درجه دو چند روش خاص داریم که باعث میشه حل سوالاتمون خیلی سریعتر اتفاق بیفته و دیگه نیازی به حل کردن و نوشتنش نداشته باشیم. دقت کنید. میگیم اگه مجموع ضرب در معادله درجه دو AX2 بذار به X بذار سیم و سیم و سیم صفر باشد، آنگاه ریشه ها برابرند با، ببین اگر مجموع ضرایب صفر باشه، یعنی ضریب X2 و ضریب X و اون عدد ثابت ها، اون موقع حتما یه ریشه همون یکه، اون یکی سی آون تو ذهنت بمونه. پس یکی از حالتهای خاص، اگر مجموع ضرایب صفر باشن میشه یکی از ریشه ها یک، اون یکی سی آوم. دومین چیه؟ اگه توی معادله درجه دو داشته باشیم بی مساوی آی به اضافه سی، یعنی وسطیه بشه جمع دو طرفی ها با هم دیگه، اون موقع ریشه ها یکی منفیه که یکی منفی سی آوم. پس دوتا حالت خاصمون چی شد؟ حالت اول این شد، اگر مجموع ضرایب صفره یه ریشه یک یه ریشه سیام، اگه جمع اولی آخری میشه وسطی یه ریشه منفی یک یه ریشه منفی سیام. اینا رو همیشه خانوم آقا گوشه ذهنت داشته باش، خیلی کمک میکنه به حل کردن. پس اگر جمع ضرایب صفر بود یه ریشه یک یه ریشه سیام، اگه جمع اولی آخری شد وسطی یه ریشه منفی یک یه ریشه منفی سیام. ببینیم تو سوالا چجوری استفاده میکنیم. نگاه کنی، گفته جوابهای معادله آ به اضافه ب در x2 به اضافه c منهای آ در x منهای b منهای c مساوی با صفر کدام است؟ خب ببینی، شما اگه بخوای این معادله رو حل کنی که ساعتها طول میکشه، آخرش هم نمیتونی، احتمالا وسطاش تو مثلا محاسبات دوچار مشکل میشی. من نظرم اینه، میگم هر موقعی که طراح یه معادله خیلی عجیب غریب میذاره، میگن سنگ بزرگ نشانه نزدن است. وقتی یه همچین معادله‌ای میذاره حتما نمیخواد تو حلش کنی، حتما یکی این حالت خاصا داخلش هست. مثلا نگاه کن اینجا را، الان اینو نگاه کن، این ضرایب ما، یه دقیقه جمع ضرایب رو با هم دیگه نگاه بکنیم. آی به اضافه بداریم، سی منهای آ داریم، منهای بی منهای سی داریم. اگر این ضریبا رو با هم دیگه جمع بکنیم مجموعشون صفره. چرا؟ الان این سی با این منفی سی میره، این بی با این منفی بی میره، این آ هم با این منفی آ میره، یعنی مجموع ضرایب اون صفره. حالا ما اینجا گفتیم، قبلا هم گفتیم، هی هم تکرار کردیم که اگر مجموع ضرایب صفر باشه حتما یکی از ریشه ها یک و اون یکی سیامه. یک که یک هیچ معلومه. حالا میخوایم سیام رو اینجا تشخیص بدیم. گفتم آ ضریب x2، یعنی آ به اضافه ب. سی رو گفتم چجوری تشخیص بده؟ گفتم ضریب x2 رو بذار کنار، ضریب x2 رو بذار کنار، هر چی مون میشه سی. الان سی شما اینجا چیه؟ منفی بی منهای سی. پس ریشه هامون یکیش که یک مشخصه، اون یکی سی روی آ. سی مون چی بود؟ منفی بی منهای سی. این تو گزینه‌ها نیست. خب ایراد نداره، بالا رو یه منفی فاکتور بگیر میشه منفی بی به اضافه سی رو آی به اضافه بی. در نتیجه توی سوالای باز به این فرم که گفته در معادله x2 منهای رادیکال 2 به اضافه 1 در x به دو رادیکال 2 مساوی با صفر حاصل x1 به توان 6 به اضافه x2 به توان 6 چقدر است؟ باز شون هم ظاهر معادله بده، هم خواستش جمع توان 6 است، باز همون قضیه سنگ بزرگ و نزدنه، یعنی طراح خواسته تو رو بترسونه، فکر کنی سوال سخته. هر وقت اینجوری شد اول یه بررسی بکن، شاید البته به احتمال زیاد یکی از این حالتهای خاص باشه، یعنی یا جمع ضرایب صفر باشه یا جمع اولی و آخری بشه چی؟ وسطی. الان نگاه کنید اینجا رو، این معادله ماست، یه لحظه ضرایبش رو نگاه بکنیم. ضرایبمون یکیش یکه، یکی منهای رادیکال دو به اضافه یکه، یکی رادیکال دو. خب جمعشون با هم میشه صفر. وقتی جمع ضرایب میشد صفر، ریشه ها چی بودن؟ آب باریکلا، یکیش یک یکیش سیام. پس یه ریشه یک یه ریشه سیام، سی رادیکال دو، آم یک رادیکال دو یکم یا همون رادیکال دو. پس من تونستم ریشه هامو به دست بیارم. حالا که ریشه ها رو به دست آوردم، از من چی خواسته؟ جمع توان 6 ها رو خواسته. جمع توان 6 ها، خب یک به توان 6 که همه بلدن، رادیکال دو به توان 6 هم میتونی حساب کنی، میشه یک به اضافه 8 و برابر میشه با چند؟ 9. سوال
گفته در معادله درجه دوم x2 به اضافه x به اضافه c مساوی با 0 با شرط b مساوی c به اضافه 1 که ریشه ها کدام است. ببینید بچه ها، الان گفته b مساوی c به اضافه b که این ضریب این وسطی است، c سمت راستی است، یکم سمت چپ است. ما گفتیم اگه توی معادله وسطی بشه جمع چپ و راستیه، اون موقع یکی از اون حالتهای خاصه. نگاه کنی میگم اگه b مساوی a به اضافه c باشه که اینجا هست، آنگاه یکی از ریشه ها منهای یک و دیگری منهای c هم است. پس اینجا چون وسطی شده جمع اولی و آخری، اون موقع یه ریشه اون که حتما منفیه که اون یکی منهای سیام. الان نگاه کن، پس چون بی مساوی سیه به اضافه که یه ریشه منفی یک، این که معلومه، یه ریشه هم منفی سیام منهای سی روی یک که میشه منهای سی. تو گزینه ها کدومو گذاشته؟ منهای سیو گذاشته.